سلام 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 دوستان عزیز، من یاسر رحمتی هستم و با دوره جامعه مهندس شبکه شده در کانال های آپارات و یوتیوب آکادمی با شما عزیزان همراه هستم. خب قراره در این ویدیو بپردازیم به بخش دوم پیکربندی سویچ های سیسکو و در ادامه سناریوی قبل کاری که خواهم کرد این هست که ویلن 10 رو تحت عنوان دیتا ویلن، ویلن 99 رو تحت عنوان منیجمنت ویلن یا ابریویشنش MVT و ویلن 999 رو تحت عنوان بلک هول ویلن ایجاد خواهم کرد و به اینترفیس ویلن 99 هم برای اینکه بعدها دسترسی ریموت و از راه دور به تجهیز خودم داشته باشم روش IP 192.168.99.254 رو با ثابت S/24 ایجاد خواهم کرد. ببینید یه کوچولو فلش بک میزنم به عقب. گفتم در ویدیو مربوط به خودش که زمانی که شما از ویلن دارید صحبت میکنید یا ویرچوال لوکال اریا نتورک، هدف شما این هست که توسط این فیچر به صورت کانسپچوال و مفهومی یک سویچ فیزیکی رو تبدیلش بکنید به چندین سویچ لاجیکال و منطقی. یعنی یک سویچ دارم، یک دیوایس فیزیکی دارم، اما میخوام از لحاظ منطقی و کانسپچوال طوری به نظر برسه که من یه عرار رو برداشتم و دارم این سویچ رو تبدیل میکنم مثلا به N تا سویچ خودم. منطقه اتفاق دیگه یک کنار این ایجاد میشه این هست که با ایجاد هر سویچ کانسپچوال و لاجیکال اولا شما یه برودکست دومین جداگونهی هم ایجاد خواهید کرد. خب اگر من بر روی سویچ خودم کلیک بکنم و یه شو ویلن بگیرم، همونطور که از قبل هم میدونید بای دیفالت و به صورت پیشفرض ویلنی وجود داره تحت عنوان دیفالت ویلن که با ویلن آیدی 1 نشون داده میشه، همونطور که اینجا من برای شما هایلایتش کردم. سوای از اون به صورت پیشفرض تمام پورت های سویچ شما، حالا تو این سویچ میشه 24 پورت فاز اترنت هم و دوتا پورت گیگیم، به صورت پیشفرض این 26 تا پورت اسان شده به چی؟ به ویلن 1 شما. خب پس اجازه بدید در قدم اول من این ویلن 10، ویلن 99 و ویلن 999 رو ایجاد بکنم. کانف تی رو میزنم تا وارد محیط جنرال کانفیگوریشن بشم. ویلن 10 رو ایجاد میکنم، نیمش رو میذارم دیتا، اگزیت میکنم، ویلن 99 رو ایجاد میکنم، نیم این رو میذارم MGT، اگزیت میکنم و ویلن 999 رو ایجاد میکنم، نیمش رو میذارم چی؟ بلک هول ویلن. که حالا اگه کنترل زد بگیرم و شو ویلن رو مجدد بگیرم میبینید که این سه تا ویلن ایجاد شده ولی هیچ اینترفیسی به اونها اساین نشده. پس قدم بعدی من این هست که فاز اترنت 01 رو اساین بکنم به ویلن 10، فاز 02 رو اساین بکنم به ویلن 99. اما سوال، کدوم اینترفیس ها رو باید اساین بکنم به ویلن 99؟ احسن. من گفتم در زمانی که در مورد بلک هول ویلن صحبت میکردم داستان این بود که ما تمام unused پورت هامون رو، تمام پورت های بلا استفادهمون رو بایستی اساین بکنیم به یک ویلنی که اون ویلن رو گفتیم بهش میگیم ویلن بلک هول. و اینکه سمت IT منها جا افتاده که معمولا این ویلن رو با ویلن آیدی 999 نشون میدن. این یه قدم. قدم دوم این بود که گفتیم به صورت ادمنستریتیولی هم تمام آنیوز پورت های خودتون رو بایستی چی؟ شاددان بکنید. خیلی خب، من مجدد برمیگردم به محیط جنرال کانفیگوریشن، اینترفیس FA01 هم رو سویچ پورت میکنم مود اکسس، سویچ پورت میکنم اکسس هم میدم به ویلن 10. این استپی اینترفیس FA02 رو سویچ پورت میکنم به مود اکسس، سویچ پورت میکنم اکسس هم میدم به ویلن چی؟ 99. قبول. و این که میگم اینترفیس رنج FA 0 چند تا شد؟ خب 1 و 2 رو استفاده کردم پس میشه 3 تا 24. بله. و گیگ 0 1 تا 2 رو هم چیکار کن؟ سویچ پورت کن مود اکسس. اوکی، سویچ پورت کن اکسس بده به ویلن 999. قبول.
این که من گذاشتم در یک برودکست دومین جداگونه تحت عنوان ویلن 999، اوکی، ولی گفتم که ادمنستریتیوی هم باید شاددام بکنه، اینم شاددام. حالا اگر یه شو ویلن بگیرم میبینم که فصل صفر یکم اساین شده به ویلن 10، فصل صفر دوم اساین شده به ویلن 99 و تمام آن یوز پورت های من، یعنی از فصل 03 تا فصل 024 به انضمام اون دو تا پورت آپ لینک داون لینک هم، یعنی در مجموع 24 پورت باقی مانده رو گذاشتم توی بلک هول ویلن. خب و کاری که باقی مونده این است که به اینترفیس ویلن 99 هم آی پی 192.168.99 254 رو با ثابت 255 صفر اساین میکنم. بسیار عالی دوستان عزیز، از اینکه در این ویدیو هم با من همراه بودید سپاسگزارم و بدرود.